از گزینه هایی که توی منوی اینسرت هست و خیلی کاربردی اسمارت آرت ها هستن. من گزینه رو میزنم. اسمارت آرت ها در واقع یه سری چیدمان خاص هستن برای متن ها و برای نمودارها و برای در واقع چارت های سازمانی، چارت های مثلا کاری که مثلا میخوایم بگیم این مرحله، این مرحله، این مرحله، یا یه سری کار اینجوری میتونید استفاده بکنید. خیلی مدل های مختلفی دارن، حالت های دستبندی شدهش یا همشون رو اینجا ببینید. مثلا دستبندی میرم جلو، حالت های لیستی ببینید، میتونید اینجا بزنید هر کدومو و نمونهش رو اینجا نگاه بکنید. ببینید خیلی حالت های متنوعی دارن، حالت پروسسی که مثلا میگم این مرحله بعد این مرحله بعد این مرحله، حالت های سایکل یا چرخه ای که بخواید بگید آقا این مراحل در واقع واسه چرخه تکرار میشن. ببینید خیلی شکل های خوب و اینا که چارت های سازمانی معروف حتما دیدید تا حالا، ریلیشنشیپ یا روابطی که ممکنه را مثلا بخواید نشون بدید. ببینید خیلی مدل های مختلفی هست، ماتریسی و هرمی. این هم که برای عکس ها بیشتر استفاده میشه، شما میتونید یه عکسی بذارید و یه توضیحی مثلا داخلشون بدید. این هم حالت مختلف. مثلا این چهار تا سازمانی که بیشتر از همه کاربرد داره و معروف تره رو مثلا یه دونشون اضافه میکنم. اینجا شما میتونید دیتا دیفالت یه چند تا براتون کشیده، شما میتونید به اینا اضافه بکنید، کم بکنید، متنشون اضافه بکنید، رنگشون کنید و اینجور کنید. مثلا من اینجا مینویسم مدیر، اینجا مینویسم معاون، مثلا اینجا مینویسم بخش فنی، بخش گرافیک، و مثلا بخش بازار یابی. درست شد. الان این رو شما مثلا فرض کنید یه دونه مثلا بخش مالی هم میخواید اینجا اضافه کنید، چیکار میکنید؟ میاید گزینه از گزینه اد شیپ، مثلا مدیر رو من انتخاب میکنم، میاید گزینه اد شیپ. اینجا میتونم یه سری گزینه دارم، اد شیپ افتر یعنی یک شیپ بعدش اضافه کنم. ببینید هم رده خودش اضافه کرد، همینجوری زدم ببخشید. از شیپ بیفور قبلش اضافه میکنه به صورت هم رده. از شیپ آبو یه مرحله بالاترش اضافه میکنه، این سردسته در واقع مدیر در واقع. از شیپ بیلو در واقع زیر دسته مدیر که در واقع اینو میخواستیم، یعنی بخش مالی من میتونم اینجا اضافه بکنم. این اینجا الان میخوام بنویسم، دبل کلیک میکنم نمیذاره چون خودش با قبلش تکست بود. کلیک راست میکنم ادیت تکست، در واقع اینجا مثل دقیقا چی میمونه؟ یه شیپ میمونه. ادیت تکست میزنم و مثلا بخش مالی، این بخش مالی که من میخواستم اضافه کنم میتونستم از همینا هم بگم که مثلا به صورت افتر مثلا یا بیلو یا افتر یا بیفور یه دونه مثلا اضافه بکنم. و اسیستنت، اسیستنت کدوم اسیستنت؟ اینه، میگم که آقا مثلا میخوام یه دونه اسیستنت بشه یه این اضافه بکنم، این کجاش این هاشش. پس شما به این شکل میتونید چارتاتون رو تنظیم بکنید. گزینه اد بولد الان اینجا خاموشه، برای یه سری اسمارت های خاص باز میشه. مثلا من میام فکر بکنم توی مثلا این حالت وجود داشته باشه، مثلا اینجا می نویسم یه چیزی مثلا سلام، این گزینه رو که بزنید روشنه، این گزینه رو که بزنم در واقع یه دونه حالت بولت پایینش اضافه میکنه برای من. ببینید اینو میگم بولت، میتونم اینجا گزینه های بیشتری بنویسم، میتونم یکی دیگه اضافه بکنم، یکی دیگه اضافه بکنم. مطابق اونم همه متن رو بزرگ و کوچیک میکنه. اگه شما نمیخواید مثلا این متنتون اینقدر ریزی، مثلا این یکی کلی مثلا بولت داشت ولی اینا دیگه واقعا ندارن، میتونید از همینجا تنظیم بکنید یا از تبع هم، چه فرقی نمیکنه. تنظیمات بیشتر رو شما میتونید خودتون انجام بدید روی، ولی اون به صورت دیفالت همه رو یه اندازه بزرگ و کوچیک میکنه برای اینکه چارتتون یه دست باشه. خب این گزینه رو داشتیم بررسی میکردیم. گزینه تکس پین میاد و در واقع اون حالت زیر مجموعه بندی رو به صورت تکست شما برای شما نشون میده. ببینید
الان شما یه دونه مدیر دارید و مثلا معاون زیر دسته مدیرن، معاون بخش فلان و معاون به صورت اسیستنتن، ببینید. و اینجا هم حالا خالیه، ما هیچی نداره، مثلا اینجا میتونم پرش بکنم مثلا دستیار یا مثلا مشاور. مثلا اینجا الان اومد به صورت در واقع همرده مدیر، ببینید اومده این کنار اضافه شده. من میخوام مثلا این همرده نباشه، این زیر دسته مدیر باشه. از اینجا میتونم دیموتش کنم، ببینید اومد زیر دسته، یا نه پروموتش کنم در واقع برمش بالا، ببینید. و همیشه مثلا معاون رو من میخوام مثلا پروموت کنم یا دیموت کنم، ببینید. کاملا از اینجا شما میتونید دسترسی دارید و اینا رو میتونید مثلا بالا پایینش بتونید. مثلا میخوام مالیه، میخواستم این ور باشه، اینا مالی رو میارم بالا، ببینید با موو اپ و موو داون اینا رو میتونید جابجا بکنید. کاملا اینجا دسترسی دارید، میتونید ساختارتون رو تنظیم بکنید. من مثلا میخوام این معاونه راست به چپ، کلا نمودار میخوام راست به چپ باشه. حالا اینجا خیلی معنا نداره، ببینید مثلا داخل مثلا مدل یه مدلی بیار، مثلا این، مثلا شما ممکنه بگید که من نمیخوام این شکلی باشه، میخوام متن عکس‌ها این ور باشن، متن‌ها این ور باشن. یه راه اینه که دستی خودتون انجام بدید که خیلی جالب نیست. یه راه دیگه اینه که رایت تو لفت بکنید، ببینید کاملا قرینش میکنه. پس گزینه رایت تو لفت هم به این درد میخوره. با گزینه لایوت هم میتونید چیزایی رو انتخاب بکنم. مثلا میتونید همین چیدمان رو تغییر بدید، مثلا همین اینجا این ساختاری که من داشتم رو میبینید همه زیر هم باشه، همه زیر هم زیر هم سمت راست باشه، یکی هم به صورت استاندارد باشه و میتونید با توجه به چیزی که میخواید گزینه رو. اگر هم هیچ حالتی اون حالتی که میخواستید توش نبود، شما میتونید خودتون دستی اصلا جا به جا کنید. این کانکتورش وصله. میتونید هر جایی که میخواید اینا رو جا به جا کنید، حتی دور بدید. از این قسمت میتونید اون در واقع توی اون کتگوری حالت مختلفتون انتخاب بکنید. ببینید اینا ما گفتیم که هر کدوم یه سری کتگوری دارن، درست شد؟ توی کتگوری لیست مثلا اینها رو ما داریم، توی کتگوری هایرارکی مثلا اینا رو ما داریم. میتونم بین همینا از همینجا جا به جا بشم، یعنی تغییر بدم در واقع، بدون اینکه بخوام از اول ساختارمو بکشم. چون اینا نسبتا همشون یک دست هستن، توی یک کتگوری قرار دارن، میتونه خودش اینا رو تنظیم کنه. ببینید مثلا روی این حالت، این حالت، این حالت، این حالت، ببینید. بدون که دوباره بخوام متنمو بنویسم، میتونم حالتهای مختلف یک کتگوری رو برای این ببینم، مثلا این شکلی. بذارم من همون شکلی بذارمش. از این قسمت میتونید یه سری رنگ به طرحتون بدید، یه سری رنگ‌های آماده خودش حالا گذاشته مثلا این شکلی. شما اگه دوست ندارید میتونید خودتون رنگ بهش بدید تک تک. مثلا اینو میگم که میخوام توی اینجا، میتونم بیام بگم که مثلا میخوام یکی زرد باشه. ولی خب یه سری شکل‌های آماده معمولا هم حالا قشنگن، میتونید همینا رو استفاده کنید. و اینجا میتونید یه سری حالت حالا سه‌بعدی و اینا که خودش آماده داره رو به طرحتون بدید، که باز هم اگه نخواهید از اینا به طور کلی استفاده کنید، به صورت تک تک میتونید المناتونو تغییر بدید. مثلا من اینو حالا اینجوری سه‌بعدی میذارم، این شکلی میشه. این گزینه میاد همه این تنظیمات این قسمت رو ریسیت میکنه، تنظیمات اینجا رنگ و گرافیک و اینا رو ریسیت میکنه. ببینید اگه مثلا من اینو انتخاب کنم، اینو ریسیت نمیکنه ها. مثلا من الان اینو میام حالت زرد مثلا سه‌بعدی این شکلی میذارم، ریسیت میزنم این قسمت در واقع طراحیتون رو ریسیت میکنه. و گزینه کانورت تو شیپ برای اینکه شما مثلا شکلتون بخواد خراب نشه یا دیدستی بهش نخوره، یا میخواید اصلا اینو اکسپورت بکنید به سری کامپیوتر دیگه، میترسید قاطی باتی بشه یا متنش خراب بشه، کانورت تو شیپ میتونید بزنید. این دیگه الان اسمارت آرت نیست، این دیگه الان یه شیپه. و دیگه الان شما اون دسترسی که میتونستید مدل اینو تغییر بدید و یا سه‌بعدیش بکنید اون شکلی دیگه ندارید. تاش میتونید مثلا این شکلی سه‌بعدیش بکنید، درست شد؟ یه اون دسترسی بدید، در دسترسیتون شده دراوینگ، در واقع یه شیپ، مثل یه شیپ باش برخورد میشه. من کنترل زد میزنم به اسمارت آرت برگردیم.
پس این گزینه‌ها رو با هم دیگه بررسی کردیم. گزینه فرمت هم که دقیقاً مطابق همون چیزی که باز داخل شیپ بود، می‌تونید شما برای تک تک این گزینه‌ها حالت تعریف کنم. بذار من این حالت بذارمش دوباره. مثلا میتونم بیام بگم این مثلا این شکلی باشه، این یکی مثلا از این مدل است، یا مثلا کلش مثلا متناش این شکلی بشن، درست شد؟ یا کدوره همشون مثلا یه خط زرد مثلا با این قدر بیفته دور کل مجموعه، یا سه بعدی بکنم کل مجموعه مو. یه همچین کارهای شما میتونید از اینجا یا برای تک تک باکس ها یا برای تک کل مجموعه، دوره هر چیزی که دیگه حالا انتخاب بکنید، میتونید مثلا بخواید برای اینها انتخاب بکنید. با کنترل ندارم انتخاب میکنم، یکی انتخاب کردم، کنترل روک بورد نگه میدارم، بقیه هم انتخاب میکنم. فقط دقت کنید که در واقع هر کدومی که انتخاب بکنید روی اونها اعمال میشه هر تغییری که انجام بدید، همشون با هم مسابقه هم دیگه. ببینید خب این هم از این گزینه ها بود. آها یه چند تا گزینه هم اینجا هست، میتونید شکل این رو تغییر بدید، مثلا بکنید شبیه قلب یه دونه رو، یکم این سایزش رو بزرگتر کنید یا کوچکتر بکنید. یه گزینه این 2D هم هست که اگه حالا به قولت 3 بودی برده بودیدش، میتونید اینجا 2 بودیش بکنید و دوباره تنظیمات روش انجام بدید. این هم که دیگه دوباره هم گزینه های الائن و ایناست که جلسه قبلی توضیح دادیم کامل، و دیگه گزینه‌ای نیست، همه رو گفتیم. این هم از اسمارت آرتا.